درود به تمام دوستان. موجودات زیادی روی کره زمین زندگی میکنن یا زندگی میکردن، اما تخیل انسانها باعث شده که سر و کله موجودات دیگه ای هم پیدا بشه و هر نوع فرهنگی بسته به مختصات خودش برای خودش موجودات افسانه‌ای درست کرده، موجوداتی که واقعیت ندارن اما در ذهن انسانها ساخته و پرداخته شدن و در داستانهای اساطیری اونا اومدن. در این برنامه میخوایم شما را با معروفترین موجودات افسانه‌ای تاریخ آشنا کنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. شماره 1، تکشاخ یا یونیکورن. این موجود در فرهنگ اساطیری و افسانه‌ای ایران، اروپای کهن و قرون وسطا شکل گرفته. با این حال اسب تکشاخ در اساطیر دیگر فرهنگ‌ها نیز دیده میشه. در افسانه ها اومده که تکشاخ رو نمیشه به آسانی شکار کرد چون بسیار چابکه. میگن اونا از زنان و دختران بیشتر خوششون میاد و توسط اونا میتونن رام بشن. البته در بین اسب ها یه موجود افسانه‌ای دیگه وجود داره به نام پگاسوس. پگاسوس اسب بال داره و در افسانه ها اومده که جاودانه است و هیچ وقت نمیمیره. در افسانه های یونان اومده که پگاسوس توسط بلروفون اهلی شد. شماره 2، پری دریایی. اگر اهل کارتون های دیزنی باشین حتما پری دریایی رو میشناسین. او یک موجود افسانه‌ای آبزیه که سر و تنش به شکل یک زن زیبا و دمش به شکل یک ماهیه. پری دریایی در افسانه ها اینطور اومده که با یک دستش در حال شانه کردن موهاشه و با دستی دیگه یه آینه گرفته جلوش. داستانهای زیادی درباره این موجود افسانه‌ای گفته شده. میگن اونا اتفاقات آینده رو پیشگویی میکنن و گاهی از روی اجبار نیروهای فراطبیعی خودشون رو به انسانها میدن. گاهی عاشق انسانها میشن و یا انسانهایی که عاشق اونا شدن رو فریب میدن و به قعر دریا میبرن. پریان دریایی در بیشتر افسانه ها مهربان و خوشنام در اومدن، اما به طور معمول موجودات پلیدی هم تصویر شدن. افسانه ها میگن هدایایی که از پریان دریایی بگیرید موجب بدیومنی میشه و طوفان و سایر بلایا رو نازل میکنه. شماره 3، ورولف یا گرگینه. گرگینه که به گرگ آدم هم معروفه، موجودی افسانه‌ایه و از خرافات مردم اروپا برخواسته. مردم اروپا میگن گرگینه یه انسانیه که هنگام ماه کامل به صورت گرگ در میاد. در داستاناشون هم اومده که گرگینه ها و خوناشام ها دشمنای همدیگن. جالب بدونی که محمد زکریای رازی، کاشف الکل و پزشک ایرانی، گرگینگی رو گونه بیماری روانی دانسته. شماره 4، قنطرس یا سانتور. در خرافات مردم یونان سانتور یه موجود افسانه‌ایه که نصفش انسانه و نصفش اسب. یونانی ها درباره این موجود داستانهای عجیب غریب زیادی دارن. در اساطیر یونان اکثر سانتورها رام نشده و وحشی هن و در بیشتر مواقع مست و شهوانی هستن. شماره 5، اژدها. اژدها رو که دیگه همه میشناسیمش. یک موجود افسانه‌ای که در تمام فرهنگ‌های دنیا حضور داره، بد یا خوب. اگر میخواید بیشتر راجع به این موجود بدونید، در کانال آنتن یه ویدیو دربارش آپلود شده که لینک ویدیو رو میذارم تو قسمت توضیحات همین ویدیو. شماره 6، یتی یا مرد برفی و پاگونده. یتی یا مرد برفی موجودی افسانه‌ایه که بسیاری فکر میکنن چون این موجودی ساکن کوههای بزرگ هیمالیا و کشورهای نپال و تبته. بنا به داستانها او جثه‌ای به بزرگی یک خرس بزرگ سفید داره و همانند انسان بر روی دو پا راه میره.
بعضی از کوهنوردان و بومیان باور دارن که در هوای بد کوهستان میشه یتی رو دید. اونا میگن یتی ها بعضی وقتا به گمشده ها هم کمک میکنن. از این موجود با نام های پاگونده و ساسکواچ هم نام برده شده. انسان ها از زمان امپراتوری هخامنشیان دنبال اینه که یتی رو پیدا کنن و هنوزم دستشون به جایی نرسیده و یتی همون افسانه‌ای که بوده هست. البته همین یتی وقتی که از کوههای هیمالیا به آمریکا رسیده عوض شده و به جای اینکه یه مرد برفی باشه یه چیزای شبیه یه گوریل گنده است که بهش میگن بیگ فوت یا پاگونده یا ساسکواچ. شماره 7، لولو خورخوره. لولو خورخوره یه موجود خیالیه که ساخت و پرداخته بعضی پدران و مادرانه. اونا میخواستن بچه هاشون رو با این وسیله کنترل کنن. اونا میگفتن اگر غذا تو نخوری لولو اونا رو میخوره. این لولو خورخوره از شرق به غرب هم رسیده و در اونجا بهش میگن بوگیمن. بوگیمن هم برای ترسوندن بچه ها بوده. البته این دوتا موجود افسانه‌ای باید بازنشسته بشن چون پدر و مادرها فهمیدن که این کارشون چه اثرات بدی روی بچه هاشون داره. شماره 8، خوناشام. خوناشام در افسانه ها و فرهنگ فولکلوریک مردم اروپا و آسیا موجودی است که شبا از گور بیرون میاد و شکمش رو با مکیدن خون مردم سیر میکنه. در این داستان ها خوناشام ها دندان های نیش بلندی دارن که با اونا از گردن زنده ها خون میمیکن. معمولا هم دارای یه قدرت فوق بشری هست. میگن وقتی چیزی افسانه شد دیگه میتونی هر داستانی دربارش بگی. در مورد خوناشاما هم داستانهای زیادی گفته شده، مثلا اینکه اونا نمیمیرن و یا اینکه میتونن ذهن ما رو بخونن. شماره 9، زامبی. افسانه‌ای که از فرهنگ عامیانه هایتی اومده و در اون زامبی جسد یک مرده است که دوباره زنده میشه و به مردم عادی حمله میکنه. زامبی یا مرده متحرک یک افسانه جدیده و میگن حدود 200 ساله که سر و کلش پیدا شده. مغز افسانه ساز انسان ها افسانه رو میسازه، در هر شرایطی افسانه ای رو براش مهیا میکنه. فکر میکنید مردم 500 سال دیگه راجب مرده متحرک یا زامبی چه فکر میکنن؟ یعنی اون موقع اونا همین افسانه ها رو قبول دارن؟ شماره 10، کراکن. کراکن یک هیولای افسانه‌ای عظیم الجثه است که مثلا در سواحل نروژ و ایسلند زندگی میکنه. به نظر میرسه این افسانه از ماهی مرکب غول‌پیکری سرچشمه گرفته که بین 13 تا 15 متر رشد میکرده. جالب بدونید نام کراکن روی یه چیز دیگه هم هست. ابر کامپیوتر دانشگاه تنسی که از سریع‌ترین سیستم‌های رایانه‌ای جهان نیز این نام رو یدک می‌کشه. شماره 11، سیمرغ. سیمرغ یک پرنده اسطوره‌ای افسانه‌ای ایرانیه. میشه گفت این پرنده از مهمترین موجودات در ادب پارسیه. اون نقش مهمی در داستانهای شاهنامه داره و آشیانش در کوه قاف قرار گرفته. او دانا و خردمنده و رازهای پنهان رو میدونه. از کنار سیمرغ افسانه‌ای پرندگان دیگه‌ای هم در اومدن، پرندگانی همچون هما و ققنوس. پرنده هما یک افسانه اسطوره‌ای ایرانیه که سایه‌اش بر سر هر کس که بیفته به سعادت و کامرانی میرسه. به همین دلیل بهش مرغ سعادت یا همای سعادت هم میگن. ققنوس هم یه پرنده مقدس افسانه‌ایه که در اساطیر ایران، یونان، مصر و چین از اون نام برده شده. گفته میشه که اون مرغی تنهاست و جفت و زایشی نداره، اما هر هزار سال یک بار بر توده‌ای بزرگ از هیزم بال میگستره، آواز میخونه و یک ققنوس جدید دوباره جای او برمیخیزه. شماره 12، باسیلیسک.
باسیلیسک به معنی شاه کوچک، خزنده ای افسانه‌ایه که به شاه مارها هم مشهوره و گفته میشه قدرتی داره که تنها با یک نگاه باعث مرگ انسان میشه. این موجود بسیار سمیه و همه چیش زهرآگینه. اگر فیلم های هری پاتر رو تماشا کرده باشید، مبارزه اون با باسیلیسک رو حتما دیدین. و در آخر و شماره 13، جن. موجودی اساطیری اسلامی در باورهای عامیانه. باورمندان میگن اون جسمی از آتش و بخار داره که عقل و هوش هم داره، توسط انسان دیده نمیشه و میتونه در اشکال مختلف ظاهر بشه، کارهای سنگین انجام بده و از آتش بدون دود خلق شده. رابطه جنها با ابلیس مشخص نیست. در قرآن یک مرتبه ابلیس رو یک جن و در جای دیگه یه فرشته نامیده است و همین سبب سردرگمی های بسیاری شده. جالبه که اعتقاد به جن نزد اعراب پیش از اسلام هم وجود داشته. منشأ دقیق اعتقاد به جن درست مشخص نیست. اونا در زندگی روزمره اعراب قبل از اسلام اهمیت بیشتری نسبت به خدایان داشتن. طبق عقاید رایج میان اعراب، اجنه از فالگویان، فلاسفه پیش از اسلام و شاعران الهام می گرفتن. اعراب برای اجنه فرهنگ و جامعه مشابه خودشون رو قائل بودن و می گفتن اونا هم قبیله و رهبر دارن. نظر شما چیه؟ معروفترین موجودات افسانه‌ای رو براتون توضیح دادیم. لطفاً اگر میتونید حتما نظر بدید که یک بحث مفید بینمون راه بیافته و شاید به نتیجه‌ای برسیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. و در آخر و مثل همیشه، زنده باد انسانیت.